نیمگونم همینطور که خودتون بهتر از بنده میدونید یه ساز بادی محسوب میشه و ساز بادی مستلزم یه سری قوانینه. عرض سلام و احترام، دلم خواست که یه قدم رو بردارم و یه توضیح جامعی بدم در رابطه با نیمگون. نیمگونم همینطور که خودتون بهتر از بنده میدونید یه ساز بادی محسوب میشه و ساز بادی مستلزم یه سری قوانینه. فقط نواختن تنها کافی نیست. اکثرا میبینم گلایه میکنن، یک دقیقه دو دقیقه ساز میزنن، سرشون گیج میره، حالشون بد میشه. خب اینا حل میشه، اینا چیزای طبیعیه. پس میریم سراغ، مجبورم تون تایم کمه تون تون صحبت کنم، چندین گزینه. یکی عضلات لب، عضلات خود زبان، فک، گردن، غبغب و استخوان ترقوه، دنده ها، پرده دیافراگ و عضلات شانه و دست ها در نوازندگی بسیار مهمه. پس ما حالت طبیعی نفس میکشیم، اوکی، بهش هم فکرم نمی کنیم. ولی عضلاتی که داریم نام بریم نباید خیلی منقبض بشه، یا مثلا میخوایم فرض مثال یک قطعه بزنیم اینو چنان محکم بگیریم انگاری یک وزنه مثلا چند کیلویی برداشتیم. خب این وزنی نداره، پس نیاز نیست که اینو با تمام زوری که داریم، یعنی عضلات دست و شانه یا کتفمون هم چنان محکم بگیریم این ساز، نه، این درست نمیشه. حالا اینا برنامه دارم براتون هر سری در مورد یکی از مسائل صحبت کنیم. پس حالا مورد بحث ما نفسه. ساز بادی یه سری قوانین مخصوص به خودش داره. پیانو نیست که فشار بده، اونم نیاز به نفس داره، ویولون هم همینطور. ولی ساز ما الزاماً با هوا سر کار داره. پس این عضلات زبان، لبها، گونه تو منقبض کنیم. دیدی بعضی نوازنده صوتشون چنان جولیده میشه، اصلا بد میشه، این فشار اضافه است. اصلا هیچ اصلا لازم نیست. قرار شما یه قطعه بزنی، تمام، این دیگه فشار و الکی از گردن گرفته تا پشت گردن، تا میایم استخوان ترقوه، دنده ها، شانه ها، اصلا نیازی نیست که بخوایم این همه منقبض کنیم عضلاتمون. و در میتونید جلو آینه تمرین کنید و نیمون رو باد کنید. حالا اینا همه بهتون میگیم، یکی یکی هر یک ثانیه یک نوت بردارید و برید بالا و برگردید. تایم رو نگه دارید، ببینید چقدر میتونید صدا رو ثابت نگه دارید. آقا یه موضوع دیگه، خیلی عجله میکنید. یعنی وقتی میخواییم یه نفر رو بگیم مثلا چیره دسته، آقا مثل فرفره میزنه. موسیقی که فرفره نیست، اصلا موسیقی فرفره نیست. بعد بریم سراغ تمام اینه که صحبت کردیم، همه مورد بحث ما نفس گرفتنه. خب این فک ما باید باز بشه و اون لبک رو بگیریم با دندون. اکثر نوازنده های عضلات لبشون بعد از 3-4 دقیقه بیهست میشه، تمام، و از کنار لبشون هوا. خب آقا اینم مایچه است، اینم باید تقویت بشه، باید تقویت بشه. ولی نباید چنان لب رو فشرده کنیم که اونی که باید نمیشه، امکانش نیست. موقع نفسگیری حتما دچار مشکل میشیم. پس عضلاتمون شل باشه، از دیافراگ بگیریم، چگونه از دیافراگمون هوا بگیریم و کنترل کنیم و توسط لگن و پاها و تمام عضلات ما درگیره تا ما میخوایم یک قطعه رو بزنیم، که اینا رو حضورا سر کلاسامون میگیم. همینطور که ما استادای مختلفی داشتم و من از اونا یاد گرفتم و هنوزم یاد میگیرم و از شماها هم